125 نفر از اعضای پارلمان و سیاستمداران بریتانیا در نامه‌ای سرگشاده خطاب به نخست وزیر آن کشور با حمایت از وحید بهشتی، فعال حقوق بشر ایرانی، خواستار قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی توسط دولت بریتانیا شدند. نمایندگان پارلمان بریتانیا در این نامه گفتند که خطرات و تهدیدات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی دیگر کیلومترها دورتر از ما نیست و اکنون به صورت علنی به خاک بریتانیا رسیده. وحید بهشتی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر ایرانی بریتانیایی، 56 روز است که با خواسته تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران در مقابل دفتر وزارت امور خارجه بریتانیا در لندن اعتصاب غذا کرده. همراه هستیم با لیلی نیکفر، خبرنگار آزاد از لندن. از این نامه لیلی بیشتر برای ما بگو و اینکه چقدر این اقدام نمایندگان میتونه تاثیرگذار باشه. درسته، این نامه‌ای که بهش اشاره شد در واقع حدود ساعتی پیش توسط تعدادی از امضا کنندگان نامه به اینجا، یعنی دفتر نخست وزیر بریتانیا آورده شد. هنوز کسانی که نامه رو برای تقدیم به نخست وزیر به این ساختمون آوردن در اینجا حضور دارن و قراره که در مورد این نامه با نخست وزیر صحبتی هم داشته باشن. این 125 نفر هم از اعضای در واقع مجلس عوام و هم اعیان بریتانیا هستند. در این نامه به این اشاره شده مشخصاً که همونطور که شما هم گفتی، علاوه بر این که تهدیدات دیگه به خاک بریتانیا هم کشیده شده، به این اشاره شد که در اروپا هم تهدیداتی توسط گروه‌های تبهکاری که از طرف جمهوری اسلامی دارن مدیریت میشن دست به کارهای خطرناک تروریستی زدن. و همچنین به این اشاره شده که در خود لندن، مثلا در مرکز اسلامی لندن که گفته میشه منتسب به علی خامنه‌ای هست، در مقابل اون چندین بار خواستن که ژورنالیست‌ها رو تهدید بکنن یا یهودی بریتانیایی که در این کشور حضور دارن رو در واقع خطراتی تهدید می‌کرده که MI5 اینها رو کشف کرده و جلوی خطرات جانی اونها رو گرفته. در مورد اینکه این اقدام چقدر تاثیرگذار میتونه باشه، با آقای وحید بهشتی که امروز 56 روز شده که در مقابل دفتر وزارت خارجه این کشور اعتصاب کرده صحبت کردم، اون صحبت کوتاه با هم بشنویم. ما به هر حال اینجا خواهیم موند تا به نتیجه برسیم. امروز صبح هم دوباره خانم الیشا کرنز اول صبح اومد یه 20 دقیقه جالب بود، رو زمین نشست، خیلی خاکی بود امروز، و بعد رفت توی پارلمان دوباره این کیس رو بالا آورد. بعدش هم 125 تا از نمایندگان رو امروز میبینیم در روز 100 و در روز 56م آمدند و همین درخواست ما رو دارن، گفتند که سپاه باید فوراً در لیست قرار بگیره. با آقای ریشی سونک این نامه رو نوشتند و گفتند که وحید 56 روز اینجا گرسنه است و باید سپاه در لیست قرار بگیره. نشون میده که استمرار و مقاومت نتیجه میده. آقای انوشه انصاری به من گفت یک درسی رو در اوین یاد گرفتم و این بود که مقاومت قطعاً نتیجه میده. ما همین سعی میکنیم پیرو همین دروسی باشیم که عزیزانمون در طول این سالها تجربه کردن و یاد گرفتن. دفتر نخست وزیر بریتانیا در واقع اینجا که ما هستیم با جایی که وحید بهشتی اعتصاب کرده کمتر از 100 قدم فاصله داره، ولی تا الان ریشی سوناک نخست وزیر این کشور هنوز به دیدن وحید بهشتی نرفته و خیلی معتقدن که داره نادیده میگیره این اقدام وحید بهشتی رو.